پاستار خالیباف لجن و پوفیوز رئیس طویله مجلس رژیم در همایش حکومتی قانون اساسی ولایت وقیه گفته بعضی از دسته های سیاسی که با قانون اساسی در افتادن یا خواهان تجدید نظر در قانون اساسی هستند یا از اجرای اون تفره میرن. پاستار پلشت خالیباف در این اظهارات حرف خودش رو هم سرونده و میگه شاید هم بهانه اونها این باشه که بگن این قانون اساسی کارآمد نیست. زد و نقیزگویی این مردک به این یه جمله محدود نمیشه. رئیس طبیله مجلس دستساز خامنه کفتاره که همزمان با تداوم قیام خارج میخون و عباراتی از قبیل حکمرانی نو تغییرات حکمرانی و اصلاح ساختار حکمرانی رو دم گرفته در سخنرانی امروزش هم چند بار همین عباراتو به کار برد و حکمرانی نو رو تکرار کرد اگه این حرف جدی باشه عملی شدنش راهی جز تغییر و بازنگری قانون اساسی نداره به نظر میرسه که این مردک خودش هم متوجه این تناقض هست برای رفع و رجوعش هم اضافه میکنه که منظورش از حکمرانی نو در سطح اول اجرای قانون اساسیه اینکه هدف خالیباف دلغک تعدیل و مالکشی حرفهای قبلیش هست یا در صدد جدا کردن خرج خودش از کسانی که دل در گرو این نظام ندارن اهمیتی نداره مهم اینه که این اظهارات بیانگر شکافهای عمیق و فزاینده که بر اثر ضربات مستمر و مداوم قیام سراسری مردم ایران طی دو ماه و نیم گذشته بر رژیم وارد اومد و آثارش در بالاترین سطوح حاکمیت امروز به این صورت در معرض دید همگان قرار گرفته کما اینکه مشبرام رئیسی هم طی عراجیف خودش در این همایش گفته هیچ کس در هیچ جایگاهی به خودش اجازه دور زدن قانون و نقض قانون رو نده اما اگه نیاز شد یه امر فوری استراری پیش اومد خودش قانون داره اون بست نداری عباراتی که بیش از پیش روشن میکنه که بحث بازنگری و اصلاح قانون اساسی که باب اون مدتی در روزنامه حکومتی باز شده دوایی که در بالاترین سطح حاکمیت جریان داره بعضی دستای سیاسی برای به دربردن کشتی در همشکسته نظام از گرداب هولناک قیام چاره رو در تغییر قانون اساسی و تجدید نظر در اون یافتن اما کل این ماجرا حیاهو برای هیچه چون که اصلا قانون و تن دادن به اون در نظام قرون وسطایی ولایت وقی مطلقا جایی نداره ولی وقی هم طبق تعریف خود خمینی ملعون به هیچ یک از قراردادهای خودش با مردم پایبند نیست و هر جا که منافعش اختزا کنه به بهانه حفظ نظام قوانین دستاز خودش رو هم به سادگی آب خوردن زیر پا میذاره. کما اینکه باندهای حکومتی هم از آن میکنن قانون اساسی تنها یک اصل درباره ولایت مطلقه وقیه دارن و بقیه ی اصول اصلا مبنای مستقلی ندارند هیاهو بر سر قانون اساسی یا بر سر رفراندوم ضمن اینکه شقا شکاف واقعی و لاعلاج در رژیم و مشخصا در باند غالب علنی میکنه تلاشی مذبوحانه برای منحرف کردن مسیر قیام و انقلاب دموکراتیکیه که هدفش از بیخوبان برکندن فاشیسم مذهبی حاکمه. خالی با لجن و شپشو که خودش رو دیگر سرکردگان نظام در زیر ضرب قیام دوچار جنگ و جدال شدن ادعا میکنه در این دو سه ماه اخیر قیام کنندگان قانون اساسی نظام و هدف گرفته اما این مردک قادر نیست حتی یک مورد یا یک شعار رو نشون بده که قیام کنندگان حتی به اشاره حرفی از قانون اساسی زده باشند یا خواستار اصلاحش شده باشند حرف مردم به پا خواسته از روز اول یکی بیشتر نبوده مرگ بر خامنه یا مرگ بر اصل ولایت وقیه که به چیزی کمتر از این هم قانع نیستند بنابر این تلاش این کشتی شکستگان حراسان برای باد کردن بادکنک سوراخ قانون اساسی عجز و درماندگی مطلقشون رو برای مقابله با قیام و نجات از گرداب سرنگونی هرچه نمایانتر نشون میده احتمال آغاز غنیسازی 90 درصدی در فردو و نتنز ادعای یک منبع اسرائیلی در مورد پرواز جنگنده های اسرائیل بر فراز ایرانه شهروندان ساکن تهران گزارش دادن چند شب متوالی صدای واضح پرواز هواپیمای جنگنده رو بر فراز تهران شنیدن اما هیچ پروازی در آسمان قابل شناسایی نبوده عبدالرحیم موسوی فرمانده شپشوی ارتش جمهوری اسلامی در یک مصاحبه با اشاره به آمادگی ارتش در مقابله با هر گونه تهدید خارجی گفته پدافند هوایی ما شبان روز در حال رصد و پایش فضای کشور و نیروی هوایی ما دائما در حال گشت در آسمان و مرز هوایی ایرانه. برخی علت افزایش این پروازها را مربوط به برگزاری رزمایش تمرینی دو روزه آمریکا و اسرائیل برای شبیه سازی حملات احتمالی به تأسیسات اتمی و نظامی جمهوری اسلامی میدونند البته این رزمایش تمرینی بر فراز مدیترانه انجام شد و بخشی از اون شامل تمرین پروازهای دوربرد بود برخی منابع اسرائیلی تایید میکنند که در ماهای گذشته اسرائیل هواپیماهایی را در حریم هوایی ایران در ارتفاعات بالا به پرواز درآورده اما مقامات اسرائیل و جمهوری اسلامی در مورد این موضوع هیچ واکنشی نشون ندادن. دیوید بارنا رئیس موساد در سخنرانی خودش در کنفرانس سالانه مؤسسه مبارزه با نابودگری در دانشگاه رایشمن گفته نابودگری بخش دائمی و جدایی ناپذیر جمهوری اسلامی و سنگ بنای جهانبینی رژیم آیت الله از زمان روی کار اومدن این نظام در سال 1979 تا امروزه. در دو روز اخیر خبری به نقل از دادستان کل کشور مبنی بر تعطیلی گشت ارشاد منتشر شد و بسیاری از رسانه ها هم اون رو پوشش دادن اما موضوع واقعی چی و جریان از چه قراره واقعیت اینه که دادستان در پاسخ سؤالی مبنی بر اینکه چرا گشت ارشاد در این روزها فعالیت نمیکنه و عملا تعطیل پاسخ داده که این موضوع به قوه غذایی ارتباطی نداره و باید از متولیان گشت ارشاد بپرسید که چرا اون را تعطیل کردن در واقع این مردک پوفیوز و شپشو تنه هم زده که چرا در این روزها نتونستن گشت لجن ارشاد و سرپا نگه دارن اما این موضوع رسانه های فارسی زبان به گونه ای پوشش دادن که انگار حکومت یک گام عقب نشینی کرده و در پاسخ به اعتراضات مردم این کار رو انجام داده. نکته دیگه اینه که حتی اگه گشت لجن ارشاد هم تعطیل بشه، به معنای لغو حجاب اجباری نیست و فقط اون ونهای نیروی انتظامی از چهارراه برداشته میشن و نکته مهمتر این که مردم نه به جمع شدن گشت ارشاد و نه به لغو حجاب اجباری هم قانع نخواهند شد چرا که حجاب اجباری فقط یکی از خواستهای مردم و تنها یکی از ظلم های جمهوری اسلامی بر ایرانیانه نه همه اون. نافگان پنجم آمریکا امروز طی اطلاعیه مدعی توقیف یک کشتی ماهیگیری در دریای عمان شد که حامی تجهیزاتی از ایران به مقصد یمن بوده به گزارش ایرنا نافگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین امروز طی اطلاعیه ای مدعی توقیف یک کشتی ماهیگیری در دریای عمان شد که حامی تجهیزاتی از ایران به مقصد یمن بوده در این اطلاعیه ادعا شده که این کشتی ماهیگیری حامل بیش از 50 تن مهمات بوده در ادامه این ادعاها اومده که نیروی دریایی مستقر در پایگاه یو اس اس لوئیس بی پولر پنجشنبه گذشته در جریان بررسی پرچم این کشتی ماهیگیری محموله غیرقانونی اونو کشف کردند. برت کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا و ناوگان پنجم مدعی شد که رهگیری این کشتی آشکارا تداوم انتقال غیرقانونی محموله های مرگبار و رفتار بی کننده جمهوری اسلامی رو نشون میده.